بچه سلام، به یه ویدیو دیگه از کانال من خیلی خیلی خوش اومدید. خب تو ویدیوهای قبلی من کلن روند مصاحبه رو به سه قسمت تقسیم کردم. اولیش مصاحبه HR بود، دومی مصاحبه فنی و سومی مصاحبه با مدیر که با راجب مصاحبه HR و مصاحبه فنی ویدیو رو ساختم. اما این ویدیو قرار نیست مصاحبه با مدیر باشه، برای اینکه مصاحبه با مدیر خب معمولا راجع به روند شرکته و اینکه قراره دقیقا چه کارهایی انجام بدین و کلا راجع به کاری که انجام بدین و روند کارتون صحبت میکنن و کلا نکته خاصی نداره دیگه، بیشتر اونجا چیزی میشنویم و حالا مذاکره میکنیم. اما امروز میخوام به یه سوال خیلی خیلی مهم جواب بدم، اونم اینه که اگه ازتون پرسیدن که حقوق درخواستیتون چقدره، چطوری بهش جواب بدین. پس اگه خوشتون اومد لطفاً لایک و سابسکرایب و کامنت بذارین و اینکه بریم با هم ویدیو رو ببینیم. خب قبل از اینکه شروع کنیم من نکات رو بگم. اول از اینکه بگم جواب دادن به این سوال به خیلی موضوعهای مختلف بستگی داره و اینکه حالا من این سری نکات رو میگم که بدونین چطوری بهتر جواب بدیم، ولی شاید اون جایی که الان واسش اپلای کردین توی اون آگهی میزان حقوق رو نوشته بوده و اصلا نمیخواد از اون بیشتر یا پایین تر بیاد، یا یعنی اینکه یه سری شرکت ها همون اول کار تو مصاحبه اولی ازتون این سوال رو میپرسن و خب ممکنه که همون اول رد چین یا حالا ادامه بدین. این شرکت ها معمولا خب هزینه خیلی براشون مهمه که اون اول میپرسن، ولی شرکت هایی که میزنن آخر میپرسن قشنگ مشخصه که دنبال یه نیروی کار خیلی مفید هستن براشون و شاید برای خودشون و شاید حتی حاضر باشن مبلغای خیلی بالاتر هم حقوق رو بدن. و اینکه به خودتون هم خیلی بستگی داره که الان شما تو چه شرایطی هستین. شرایطی هستین که نیاز به حقوق بالا دارین، نیاز به حقوق پایین دارین، یا فقط میخواین کار پیدا کنین. پس به عوامل مختلفی بستگی داره. اولین نکته اینه که مثل مصاحبه قبلی سعی کنید خیلی با اعتماد به نفس باشین و خیلی با اون طرف مقابلی که دارین صحبت میکنین مؤدب صحبت کنین و سعی کنین کلماتمون خیلی تون نباشه، مؤدب صحبت کنیم، آروم صحبت کنیم، طوری که طرف بتونه صحبتهای ما رو قبول کنه. اگه بخوایم خشن پیش بریم یا با عصبانیت پیش بریم، طبیعتا اون طرف هم جلوی ما گارد میگیره و خب ممکنه که حرف ما رو قبول نکنه. دومین مسئله اینه که اول بیاین راجع به خودتون، سابقه کاریتون، توانایی هاتون و کلن چیزهای ارزشمندی که دارین صحبت کنین، بعد برین راجع به حقوق صحبت کنین. بذارین که اون طرف مقابل توانایی های شما رو بدونه و بدونه که شما واسه این مبلغ حقوقی که قرار درخواست بدین واقعا ارزشمند هستین. نکته بعدی، سعی کنید که حتما طوری رفتار کنید که شما جاب آفرهای خیلی خیلی زیادی دارین و اگه اینجا نشد قطعا جای دیگه واسه شما کار هست. مثل مصاحبه قبلی بذارین که از اینکه قرار شما رو از دست بدن بترسن و شاید اینجوری هر چیزی که شما بگین رو قبول کنن. به نظر من هر شخصی باید برای خودش یه حداقل حقوقی در نظر گرفته باشه با توجه به توانایی های خودش. همچنین سعی کنین قبل از اینکه واسه یه مصاحبه توی اون شرکت آماده شین یه تحقیقی بکنید که الان اون شرکت داره به کسی که حالا توی همون پوزیشنی که شما براش اپلای کردین چقدر داره حقوق میده. سعی کنین یه چیزی توی همون رنج، یا حالا بیشتر اگه بر اساس توانایی‌هاتون حس می‌کنین بیشتره، سعی کنین یه چیزی توی همون رنج بگید. سعی کنین فقط وقتی راجع به حقوق صحبت کنین که ازتون سوال پرسیده میشه. نذارین حس کنن که شما خیلی پول براتون مهمه. یه سری هستن همون اول کاری توی مصاحبه با HR راجع به حقوق سوال میکنن. خب این طبیعتا خیلی جنبه بدی داره و اینکه ممکنه که شما رو رد کنن. حالا نه اینکه بذارین کلا مصاحبه ها تموم شه و برین سر کار رو هنوز راجع به حقوق صحبت نکرده باشین، نه. ولی سعی کنین توی این مصاحبه ها نپرسین تا وقتی ازتون بپرسن. مطمئنا ازتون میپرسن یه جایی، ولی خب ترجیحاً این که خودتون صحبت نکنین راجبش خیلی بهتره. خب حالا میرسیم به جایی که این سوال ازتون پرسیدن و وقتش رسیده که شما جواب سوال رو بدین. طبیعتاً اگه شما بتونین یه کاری کنین که اول اون طرف مقابل مبلغ پیشنهادیشو بگه، خب طبیعتاً یه برد محسوب میشه. حالا باید چیکار کنیم که ببینیم که میتونیم اون مبلغ رو از زیر زبون طرف بکشیم یا نه. اولش که این سوال ازتون پرسیدن، بگین که من نمیتونم به این راحتی جواب این سوال بدم، نیاز دارم که جزئیات کار رو بیشتر بدونم. و خب اون طرف شروع میکنه راجع به جزئیات کار و اینکه چجوری باید کار رو انجام بدین صحبت میکنه. بعدش که حالا راجع به جزئیات باهاتون صحبت کردن، ازشون بپرسین که طبیعتا شما یه بودجه‌ای واسه این موقعیت شغلی با توجه به این کارها دارید. من میتونم بدونم که اون میزان بودجه چقدر هستش توی شرکت شما؟
اگه طرف مقابل تفره رفت و جواب سوال رو نداد، دیگه حالا واقعا وقتش اینه که شما خودتون اون میزان حقوقی که مد نظرتون هست رو بگید. به دو صورت میتونید جواب این سوال رو بدید، یا باید بازه بگیم یا باید یک عدد خاصی که مد نظرمون هست بگیم. حالا چجوری جواب بدیم بهتره؟ یه سری هم میگه این بهتره، یه سری هم میگه اون بهتره. من میگم شما باید بیاین به موقعیت خودتون توجه کنید. اگه خیلی به اینکه توی این شغل استخدام بشین نیاز دارین، حالا شاید به پولش احتیاج دارین یا هر چیز دیگه ای، بیاین بازه بگین. اگه نه، فقط دنبال ارتقای شغلی هستین یا اینکه میخواین جایی باشین که مبلغ بیشتری دریافت کنه، بیاین اون عدد ثابتی که مد نظرتون هست رو بگین. حالا چرا؟ خب اول از اینکه بازه گفتم و عدد ثابت گفتم، هر کدوم یه فایده داره و هر کدوم یه سری عیب داره. بازه گفتن عیبش اینه که مثلا من اگه بیام بگم حقوق مد نظرم 25 تا 35 میلیون هستش، خودم دارم اون 35 میلیون رو میبینم، ولی طرف مقابل داره 25 میلیون رو میبینه و خب بیشتر راجع به اون داره فکر میکنه. و عیب دیگه ای که داره اینه که شاید اینطور به نظر بیاد که من نمیتونم واسه خودم تصمیم بگیرم و شما واسه من تصمیم بگیرین که چقدر میخواییم به من حقوق بدیم. ولی خب فایدهش اینه که یه ذره شاید جا واسه بحث کردن و صحبت کردن راجع به حقوق رو میتونه بیشتر کنه. یعنی این حس رو به طرف مقابل میده که حالا مثلا طرف با من راه میاد اگه بخوام یه ذره بیشتر یا کمتر حقوق بدم بهش. ولی شما اگه عدد ثابت بگین، خب طبیعتا خیلی تک حرفیه دیگه، شاید طرف فکر کنه که نمیتونه خیلی با شما صحبت کنه راجع به اینکه حالا حقوق کمتر یا بیشتر بهتون بده. ولی یه نکته مثبتی که داره اینه که خیلی خب شما صاف و شفاف صحبت کردیم و ارزش خودتون رو اون مبلغی که حالا گفتین در نظر گرفتیم. ولی خب طبیعتا توی گفتن این عددا نمیتونیم خیلی عدد بالا یا پایین تر از اون مبلغی که توی شرکت هستش بگیم. واسه همین گفتم که از قبل تحقیق کنید که چقدر اون شرکت داره به کسی مثل شما حقوق میده در حال حاضر و یه چیزی توی همون رنجو بگیم. یا اگه این شرکت توی اون آگهی که داده یه بازه حقوقی تعیین کرده بوده، یه بازه توی همون بازه بگیم. ولی اگه نه، شرکتی بوده که حقوق نوشته توافقی، خب طبیعتاً ما میتونیم هر عددی که دلمون خواست بگیم با توجه به سابقه کاری که داریم، حقوقایی که قبلا دریافت کردیم و از این قبیل موارد. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهم بودی. اگه خوشت اومد لایک و سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. اگه سوالی داری برام کامنت کن، جواب میدم. اگه فکر میکنی که سوالای مهمتری هست توی مصاحبه که راجبش ویدیو بسازم بهتر میشه و برات مفیده، لطفا برام کامنت بذار و امیدوارم مصاحبه خیلی خیلی خوبی داشته باشی. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.